بانک جهانی در گزارش جدید خود ضمن اعلام آخرین وضعیت امنیت غذایی در برخی از کشورهای منطقه و جهان، تورم مواد غذایی ایران در فروردین 1403 را 23.1% اعلام کرد. همکارم در رابطه آخرین وضعیت امنیتی غذایی در ایران و برخی از کشورهای جهان بر اساس بررسی‌های بانک جهانی گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. بانک جهانی در گزارشی با موضوع تورم مواد غذایی در جهان، نرخ تورم مواد غذایی ایران در چهارمین ماه 2024 برابر با فروردین امسال را 23.1% اعلام کرد. در ماه‌های مارس و آوریل تورم خوراکی‌ها در ایران به کانال 20% ورود کرده است. نرخ تورم مواد غذایی در ایران طی ماه می 2023 برابر با اردیبهشت 1402 بالغ بر 75.5% اعلام شده بود. در میان کشورهای جهان، آرژانتین رکورددار نرخ تورم مواد غذایی در دنیا بوده است. نرخ تورم مواد غذایی این کشور در ماه آوریل 2024 برابر با 293% بوده که از هر کشور دیگری بیشتر است. سودان جنوبی با تورم 186% و زیمبابوه با تورم 105% به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار داشتند. ترکیه نیز با تورم 68% در رتبه چهارم و ونزوئلا با تورم 58% در رتبه پنجم از این نظر قرار گرفتند. در 10 کشوری که بالاترین تورم غذا در جهان را دارند، کشورهای منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا از جمله لبنان، ترکیه، مصر و فلسطین حضور دارند. علت تورم در فلسطین حمله اسرائیل به غزه است، اما در حالی که تورم غذا در لبنان و مصر در یک سال گذشته کاهشی بوده، در ترکیه همچنان افزایشی مانده و از این لحاظ ترکیه رکورددار مانده است. لبنان با تورم مواد غذایی 103% و زیمبابوه با تورم 84% به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار داشتند. ترکیه با تورم 71% در رتبه چهارم و ونزوئلا با تورم 61% در رتبه پنجم از این نظر قرار گرفتند. مصر با 51%، سیرالئون و میانمار با 50%، فلسطین با 42% و نیجریه با 38% در رتبه های ششم تا دهم از این نظر قرار گرفتند. در گزارش بانک جهانی آمده است، بر اساس اعلام سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد، نیاز مبرمی به کمک‌های غذایی خارجی در 45 کشور در سراسر جهان وجود دارد. 33 کشور در آفریقا، 9 کشور در آسیا، 2 کشور در آمریکای لاتین و کارائیب و 1 کشور در اروپا. برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه‌ای از تهران همراه ما هستند. سلام و عرض ادب. آقای فراغت، لطفاً به صورت کوتاه تحلیل خودتون رو پیرامون گزارش اخیر بانک جهانی در رابطه با وضعیت امنیتی غذایی در دنیا به ویژه ایران بیان بفرمایید. درود و ادب. همونطوری که فرمودید سعی می‌کنم کوتاه. امنیت غذایی یکی از پایه‌های امنیتی ملیه. تمام امنیت‌ها در حوزه‌های مختلف تحت تأثیر امنیت غذاییه. این نکته خیلی مهمه. تمام سیستم‌ها و حکومت‌های خودکامه، توتالیتر و ایدئولوژیک چون برخلاف نظم جهانی زندگی می‌کنن و جهان ستیز هستن، در فرایند زبان کشورهایشون رو دچار فقر و فلاکت میکنن. کشوری هم که فقیر باشه ناخودآگاه دچار چالش های امنیت غذایی میشه و اونجاست که انقلاب گرسنگان و شورش گرسنگان رو پیشبینی کردن کارشناسان جهانی. اگر بخوام راجع به ایران خودمون صحبت کنم، الان در هر نونوایی که بری، اینو خودم با چشمان غیر مسلح تجربه کردم،
بیشتر از 4 تا نون بربری نمیدن، یعنی کارتی که بکشی کارتخان اجازه نمیده بیشتر از 4 تا نون و پولش واریز بشه. همین نشون میده که ما توی زمینه گندم و آرد دچار مشکل هستیم و امنیت غذاییمون تحت تاثیر قرار گرفته. پس نتیجه میگیریم که جوامع خودکامه توتالیتر و ایدولوژیک چون برخلاف نظم جهانی زندگی میکنن، کشورهاشون در فرایند زمان دچار فقر و فراکت میشه و اسم کشورهایی هم که تو گزارشتون دادید خود به خود گواه این واقعیت هست. از توضیحاتتون ممنونم و تا گفتگوی آینده شما رو به خدا میسپارم. امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه‌ای از تهران.